سلام. امروز اومدیم زیتونبورنو یه رستوران افغانی بریم غذای افغانی بخوریم ببینیم غذاهاشون چجوریه. خوردیم قبلا، خیلی دوست داشتیم. یه دونه‌اشو خورده بودم، خیلی خوشمزه است، وحشتناک خوشمزه است. امروز مثلا چیزای دیگر هست. حالا اومدید ترکیه، حتما اگه تونستید یه غذای به نظرم افغانی رو تست بکنید. بریم ببینیم غذاهاش چجوریه، قیمتاش چجوریه. برو بریم. خب امروز میریم رستوران نوایی. نوایی فارسیش میشه نوایی. بریم نوایی ببینیم غذاش چجوریه. سلام، خوب هستی؟ لطفا جانت جوره، سعادتمند هستی؟ خب اینجا میزو جمع کنم برامون. مینو شرایطی اینجا حاضر زیر شیشه است. چه گپا، سعادتمند هستیم؟ بخیر هستیم. بچه‌ها من چون جایی کار میکنم که دوستای افغان داریم یه ذره صحبت‌های دری فکر کنم، یعنی دریات گرفتم. قیمتاشو ببینیم چجوریه. این همون افغان پیلاوه که خیلی خوشمزه. نمی‌دونم، میپرسیم 250 توله قابلی پلو. اینو خوردیم، اینو نخوردیم. نه فکر کنم اینو ما خورده بودم. نه این بود. من پرسیدم قابلی پلو. این منوشه دیگه. حالا بریم سفارش بدیم تا غذا بیاد برامون ببینیم چجوریه. این منوشه بچه‌ها، اون منویی که من گرفتم منو افطارش بود. این منوی دیگه‌شه، منو اصلیشه. حالا بریم انتخابمون رو بکنیم ببینیم چی میارم برامون، چجوریه غذاش. یه چیز جالبی که الان کشف کردیم اینه که غذاهاشو کالریشو نوشته، توش چه مواد استفاده شده، چند گرم استفاده شده. و واسه کسایی که ترکیه‌ام می‌خوام میام واسه هم نوشتن، چون ترکیه‌اشو نوشته با کالریشو دیگه. نه اونو واسه آره دقت نکرده بودم. ترکیه نوشته واسه جالب بودش. سرویسش دیگه خوشو چنگال و سرویس. حالا ببینیم دیگه چیا میاره اضافه میکنیم. امروز رفتیم موهای سرمز رنگ کردیم، برش گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم، دیوونیم خدایی بگیم. میکروفون خاموش بولونیا اومد، گفتیم بریم که غذای افغانی بخوریم. اومدیم زیتونبورنو، بولونی اومد شروع کنه خوردن. ببینیم چجوری میخوردن با دست. من تا حالا نخوردم. من نجیبینا بچه‌ها میگیرن واقعا. خیلی داغه. اسفناج داره؟ ما هم یه غذا داریم. اسمش چیه؟ اونم بلونیه؟ نمیدونم. بورانی؟ اونم چه اسفناج داره؟ نمیدونم. اون بورانی اسفناجه. شبیه همون. میخوام این ترشیش اسفناج. غلط کردم. ای بابا. خیلی تنده. چون بولونیه که اومده ما قرار بودش نشون بدم. قرار بودش اینجوری. خیلی عجیبه. ولی خوشمزه است. مرسی، تشکر. غذا 220 تا بود، دو تا میز داشتن، 40 تا. خیلی ممنون. آب نمیدونم چقدر، ولی کلا مثلا 80 90 تا فکر کنم سر و تهش جمع میشه. غذای خوشمزه، ولی واقعا غذای خوشمزه و سنگین. این غذا خیلی سنگین ولی خوشمزه است، فوق العاده است. من نخوردم این غذا رو تا حالا. بریم بخوریم چجوریه. فیش غذا من فوق العاده داشتم. اسمش یادم بولونی مایچه پلو. خوشمزه است. خیلی داغه. سبزی توش چیه؟ ولی خوشمزه است باحال. بازم گشنیزه. بازم گشنیزه. گشنیز و شیوید و سیب زمینیه ناینو تا جایی که من حدس می‌زنم. یه چیز بگم، آها غذاهاشون خیلی شبیه ماه، غذاهاشون پر ادویه غذای ماه کنه. ادویه خیلی دوست دارم. ما هم یه دوست افغان داشتیم سر کارمون، هر غذا که واسم درست میکرد خیلی ادویه میزد. من غذا خود راحت بخورم. مولانه دوست داشتیم از این سر کار کارشون هم میرم. من فعلا بولانه بخورم، من رفتم مغزه است. ماهیچه که من عاشق ماهیچه هم بایی، گوشت نرم عالی. این همون قابلی پلو نیست؟ همون فقط گوشتش عوض میشه با ماهیچه میشه. اوناشو شاید نونقندی های ما شیرینه یعنی؟ نه نه معمولی برم شکل شبیه بافت شبیه نونقنده های ما. من گوشتشون خیلی خوشم، خیلی پندو خوبه. من دوست دارم، فقط ادویه دارم من دوست دارم. توشه؟ نه توی هم بیشتر توی اون. میگم در کن خوشمزه است، واقعا خوشمزه است. یه ادویه داره اون یکم واسه من تنده. تند که میگم منظورم تند آتیشی نیست، تند طعمش طعم و عطر تندی داره. این دفعه هم یه غلبت من یه بله درشتم. کنارش برامون چیز هم آوردن پاره که لوبیا نه؟ شاید لوبیا چیزی خودم. این هم داخلش هویج داره، کشمیش داره. یه چی داره؟ هویج و کشمیش داره فقط. آها قابلی پلو نه، قابلی پلو داره، این نداره. این فرقا دارن با هم. قابلی پلو توش پسته داره. پسته و بادوم داره، این نداره. داره. این اندک داره. شاید برندشون قاطی شده. بریم سراغ غذا است. لذت خیلی دوست دارم. منم خیلی دوست دارم. این غذا بعضی وقتا میاد وارد کافه ما میشه. چجوری غذا خوش راه میره وارد کافه میشه؟ دیگه غذا وارد کافه ما میشه. سفارش میده میارم. سرش دعوا میشه. خود من به تنهایی همه رو میزنم که این غذا بیاد یه دو سه قاشقش بهم برسه. فهمیدم اون ادویه چیه. چون من دوست دارم زیره است. زیره داره غذا. ولی در کل سبک غذاهاشون مثل آسمان. نه این سوال نمی واسه یه نفره. حجم غذاش واسه یه نفر خیلی زیاده. نیست؟ چی می‌خواستم بگم یادم رفت؟ اینجوری کردم یادم. یادم رفت. راجع به حجم غذا. نه، یادم. آرش. انشالله یادم. مجبورشون تست نکردم. نون بربریه؟ یادم. ترکیه خیلی گوشت و مرغاشون بومه، اصلا گوشت رو نمیده. ولی این اصلا اونجوری نیست، اصلا واسهشون هم طعم اون بوه و چیز عادیه. یعنی ما بهشون میگیم که بوی مرغ میده، بوی اصلا گوشت نمیده، اینا میگن که نه همون عادیه. مگه میشه؟ اصلا مگه بولاده بوی گوشت خیلی بدم میاد، خیلی اذیتم میکنه. مثلا ما بهشون میگیم که ما پیاز میریزیم، پیاز سرخ میکنیم که گوشت بره، میگن واو مگه پیاز میشه مثلا با گوشت اون مدلی و ما بدمون میاد اینا. جدی بافتش مثل موغندیه ولی موغندی نیست. بگو بیارم پس من لوبیا نمیتونم بخورم. آبرو کنم. لوبیا چیه؟ لوبیا سفیده. حالا حبوبات نمیتونم بخورم. وابسته خوبی با حبوبات ندارم. نمیتونی بخوری ولی میخوری. چجوری نمیتونی بخوری؟ مجبورم بخورم. کاری نمیشه. پاشیده جوره دورده نمیگو. نه از این هم بخور شما کم کم داری فود بلاگر میشه. نگوید اسم پیج رو عوض کنیم بذاریم سولیس فود. همه داشت آشپزی هم که داریم. بچه بعد از اون ویدیوی کیکه مامانم بهم زنگ زد گفتش که همه رو اشتباه نوشتی برو درست کن. دستور پختم داده بودم تازه. حواستون باشه یه وقت وانیلش رو 5 قاشق نریزید، مثل اینکه وانیل زیاد کشنده است. بخدا هم تلخ میکنه خیلی، هم خیلی دیگه زیاد بریزی میکشه. خب بچه‌ها رفتیم غذامون رو خوردیم. بعدیم سرده. من از وایسا خب دیدم من چون غذا رو خیلی خوشمزه‌ترش خورده بودم این زیاد به دلم ننشست، ولی خب واسه امتحان کردم یک بار میارزه. ولی من به اینجا از 1 تا 10 امتیاز 5 میدم. منم 6 میدم با توجه به اون برنجی که تو آورده بودی. واسم واقعا اون خورده بودم خیلی خوشمزه. بچه‌ها دستتون درد نکنه ویدیومون رو دیدید. دستتون درد نکنه، چشتون درد نکنه. چشتون درد نکنه، دستتون هم درد نکنه که لایک میزنید، کامنت می‌نویسید، واسمون انگلیش بنویسید. اینا تأثیری نداره، اینا همش دروغ و شایعه است. سابسکرایب هم یادتون نره. فعلا خداحافظ.